الحمدلله لله رب العالمين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين بحث درباره قیاس اقترانی شرطي بود فرمودند که قیاس اقترانی شرطی مانند قیاس اقترانی حملی است یعنی همان اشکالی که در قیاس اقترانی حملی مطرح بود در قیاس اقترانی شرطی هم مطرحه و همان نتایج و شرایطی که برای هر یک از چهار شکل زرب در واقع قیاس اقترانی حملی مطرح بود همان چهار شکل و شرایط برای قیاس اقترانی شرطی هم مطرحه در عین حال دو تفاوتی هم با همدیگر دارند تفاوت اول این است که در قیاس اقترانی حملی صغرا و کبرا هر دو قضیه حملیه بودند اما در اینجا سغرا و کبرا دو قضیه شرطیه هستند بنابراین ما در اینجا با دو قضیه شرطیه یا دست کم یک قضیه شرطیه مواجهیم فرق دومی که هر دو داشتند این بود که در قیاس اقترانی حملی حد وسط جزء تامی از سغرا و کبرا بود یعنی یا موضوع یا محمول یا یکی از این دوتا علا ایوحالین حد وسط و دیگری حد اصغر و حد اکبر را تشکیل میدادند. اما در قیاس اخترانی شرطی دو است گاهی تمامی در واقع یعنی جز تامی از سغرا حد وسط و گاهی جز ناقص از سغرا حد وسطه به این معنا که صغرای ما یعنی قضیه شرطیه در واقع دو تا قضیه است که این دو قضیه به خاطر داخل شدن ادات اتصال یا ادات انفصال تبدیل به یک قضیه شدن منتها هر یک از این دو قضیه می توانند مشترک باشند با قضیه دومی که در واقع حد وسط رو تشکیل میدهند در نتیجه جزء تام دیگری این دوتا می شوند اسخر و اکبر یعنی در واقع اگر دو تا قضیه شرطیه داشته باشیم اگر تالی صغرا حد وسط باشد و مقدم کبرا تماما حد وسط باشد این دو تا در جزء تام با همدیگر اشتراک دارند و دو جزء دیگر که تام من یعنی مقدم صغرا و تالی کبرا این دوتا می شوند حد اصغر و حد اکبر اینجا سه تا حد در واقع جزء تامی از دو تا قضیه شرطی هستند یعنی مقدم و تالی ولی گاهی این گونه نیست یعنی در همون مقدمه که مرحوم مصنف بیان کردن این رو اشارتا فرمودند که گاهی جزء غیر تامی از صغرا حد وسط و جزء غیر تام از کبرا حد وسط و یا نه از یکی یا از هر دو این صورت رو تقسیم کردن به دو صورت دیگر یعنی گاهی این گونه است که تمامی مقدم یا تالی از صغرا یا کبرا با همدیگر اشتراک دارند این در واقع اون صورتی است که جزء تام هر دو با همدیگر اشتراک دارند و جزء تام دیگر هر دو یعنی یا مقدم یا تالی در واقع حد اصغر و حد اکبر را تشکیل می دهند اما گاهی این گونه است که در یکی جزء تامه و در دیگری جزء غیر تام یعنی فی در سغرای ما جزء تام حد وسطه یعنی تمام تالی حد وسط این قیاس ماست اما در کبرا نه تمام تالی بلکه تنها موضوع اون قضیه ما که مثلا تالی این قضیه شرطی است در واقع یا موضوع اون مقدمی که در کبراست در واقع اون مقدم ما خودش یک قضیه است خود این مقدم تمام اشتراک با سغرا ندارد بلکه تنها موضوع این در واقع مقدم ما مشترک با تالی سغرا بنابراین در یکی جزء تام و در دیگری جزء غیر تام رسیدیم به اینجا اینجا را اجمالا توضیح دادم ایشون مثال زدن به اینجا که به این مثال که اذا کان اذا کان اگر قرآن معجزه باشد فالقرآن خالدون قرآن خالده این یک قضیه شرطی سغرا کبرای ما در واقع تمام اون تالی که فالقرآن و خالدون تکرار نشده بلکه تنها اون خلودش تکرار شده خلود محمول است در قضیهی که تالی قرار گرفته یعنی فالقرآن و خالدون خودش یک قضیه مستقله که الان تبدیل شده به تالی و در واقع نه تمامی تالی بلکه تنها بخشی از تالی مشترک است با در واقع محمول یا تالی مقدم اذا کان القرآن معنا اذا کان الخلود معناه البقا که میبینیم خلود تکرار شده قرآن تکرار نشده و لا یتبدل خالد تبدیل پذیر نیست حالا محتوای این مثال روشنه اما آنچه برای ما مقصوده اینه که تالی در صغرا فالقرآن و خالدون بود و در کبرا یعنی نه در مقدم و نه در تالی کبرا هیچ یکی از اون در واقع تمام اون تالی مقدم تکرار نشده بلکه تنها بخشی از اون تالی تکرار شده که خلود باشد نفل قرآن و خالدون در نتیجه اینجا از اون جاهایی است که در یک حد وسط به تمام آمده یعنی جزء تام اون قضیه شرطیه اون بخش تامش که خود یک قضیه است و تبدیل شده الان به یک قضیه تالی یک قضیه شرطیه این قضیه به تمامه تکرار شده به عنوان حد وسط بنابراین اون بخش دیگری که تکرار نشده می شود حد اصغر و در کبرای ما می بینیم که اون تالی که در مقدم بود به تمامه تکرار نشده بلکه تنها بخشی از اون تالی تکرار شده موضوع یا محمول در این صورت می بینیم که جزء غیر تام در تالی تکرار شده یعنی حد وسط جزء غیر تامه منتها اینجا این اشکال پیش میاد که اگر چنین باشد یعنی در اینجا که بخشی تام حد وسط در صغرا تکرار شده آمده و در کبرا تنها بخشی از اون حد وسط آمده همه حد وسط نیامده بنابراین اینجا نباید منتج باشد اینجا علال قایده باید شبیه اونجایی باشد که حد وسط به تمامه تکرار نشده همچنان که مثال زدن که دیوار موش دارد و موش گوش دارد در اونجا رای حل اولی همین بود که حد وسط به تمامه تکرار نشده اینجا هم حد وسط به تمامه تکرار نشده و علال قایده نباید منتج باشد میفرمایند که به ظاهر قضیه نگاه کنیم این گونه است ولی حقیقتش اینه که ما می توانیم در واقع تالی صغرا را با تالی کبرا با همدیگر در نظر بگیریم یعنی فالقرآن و خالدون این تالی صغرا بود تالی کبرا این بود که فالخالد و لا یتبدل القرآن و خالد خالد حد وسط فالخالد و لا یتبدل می شود ضرب اول شکل اول در نتیجه می شود منتج یعنی در واقع تالی هر دو را با همدیگر در نظر می گیریم اگر تالی هر دو را با همدیگر در نظر بگیریم میبینیم که حد وسط تکرار شده بله نسبت به کل قضیه اگر در نظر بگیریم حد وسطی که در سغرا بود فل و خالدون به تمامه در تالی تکرار نشده اما اگر تالی سغرا را با تالی کبرا با همدیگر در نظر بگیریم میشود شود فل و خال لا یتبدل و خالد الخالد لا يتبدل فالقرآن لا يتبدل حالا اون دو تا شرطیه رو چیکار کنیم حالا اون دو تا شرطیه رو اضافه میکنیم یعنی این نتیجه ای را که الان گرفتیم که بدیهی هم بود چون بر اساس ضرب اول شکل اول بود بنابر این این رو تالی قرار میدیم برای اون شرطی که در تالی بود و اذا کان القران خالدا فالخالد لا يتبدل مثلا لذا اینجا بیان می ف... در نتیجه توضیح میدهند که اینجا هم در واقع استنتاج ما استنتاجی بر اساس تکرار حد وسطه ولی چون مجموعه در تالی ما تکرار شده و این مجموعه رو اگر در نظر بگیریم میبینیم که حد وسط تکرار نیست ولی اگر بخش از تالی را یعنی بخش از کبرا را با بخشی از صغرا در نظر بگیریم اون وقت خواهیم دید که حد وسط تکرار شده در نتیجه اون حد وسط منتجه و اون شرطهایی که در مقدم و تالی بود اون شرط ها رو در واقع به این نتیجه اضافه میکنیم و این نتیجه رو تالی قرار میدیم برای اون شرطی ها اگر قرار بدیم در واقع اون نتیجه مورد نظر به دست خواهد آمد نکته بعدی که بیان میفرمایند اینه که ما این صورت را یعنی اونجایی که حد وسط در یکی یک جزء تام و در دیگری جزء غیر تام این مورد را ما بحث نمی کنیم به دو دلیل بحث نمی کنن. هم اولا که طولانیه و دوما اینکه که برخلاف طبعه مثلا بر اساس فرمایششون چون برخلاف طبعه و هم است که سازگاری با کتاب آموزشی نداره ایشون این قسم را مطرح نکرده اند. و آنچه در واقع برای ما ملاکه اون صورتی است که در, در واقع حد وسط در صغرا و کبرا اون جزء تام باشد حالا برحال قسم سوم اون است که در هر دو جزء غیر تام باشد بنابراین صورت دوم که من جا به جا گفتم این بود که هر دو در جزء غیر تام با همدیگر اشتراک داشته باشند هم سغرا و هم کبرا یعنی جزء غیر تام سغرا با جزء غیر تام کبرا اشتراک داره مانند همین مثالی که عرض کردم مثال همون مثاله یعنی جزء تام یعنی در اولی القرآن و خالدون خالدون مشترکه در جزء دوم کبرا باز هم همین خلود مشترکه بنابراین حد وسط در اینجا تکرار نشده این فرض دوم فرض سوم اونجایی است که حد وسط در یکی جزء تام و در دیگری جزء غیر تام باشد اگر چنین باشد این قیاس هم در واقع می تواند منتج باشد این قیاس هم شبیه همون صورتی است که هر دو حد در واقع در جزء تام با هم اشتراک دارند اما مرحوم مصنف دو فرض مطرح می کند که از این دو فرض یکی را مهم می داند و یکی را غیر مهم مهم منجای است که اونجایی که یعنی فرض سوم که هر دو اشتراک دارند در جزء تام و غیر تام میفرمایند این دو فرض دارد یکی اونجایی که سغرای ما یا کبرای ما یعنی یا مقدم یا, یا سغرا یا صغرا یا کبرا یا جزء اول یا جزء دوم علا ای حالین یکی از این دو قضیه حملیه باشد و دیگری شرطیه اگر یکی حملی بود و دیگری شرطیه علی القائده جزء تام می شود در حملی و جزء غیر تام می شود در شرطی در نتیجه این قسم برای مرحوم مصنف مهمه که به تفصیل بعدا مطرح می کنن و اما صورت دوم است که هر دو شرطیه باشد هم در واقع سغرای ما شرطیه هم کبرا شرطیه اگر هر دو شرطیه بود این صورت است که شون میفرماید برای ما مهم نیست منتها توضیح میدهند که این در صورتی است که یکی از قضایای شرطیه ما شرطیه بسیته باشد و دیگری مرکبه شرطیه بسیته اونجاییست که یک مقدم و یک تالی اما مرکب اونجا است که یک مقدم داریم منتها تالی ما دوباره مرکب از یک شرطیه است مانند همین مثالی که در به اصطلاح قسم دوم بیان کردیم اگر در واقع تالی ما مرکب بود از یک شرطیه که خود مقدمی دارد و تالی مجموعه این مقدم و تالی تالی بود برای یک شرطیه دیگر این می شود مرکب شرطیه مرکب شرطیه بسیط اونجا است که مقدم ما یک قضیه تالی ما هم یک قضیه دیگر مثلا اگر باران بیاید زمین خیس می شود این یک قضیه شرطیه بسیط ولی اگر مانند این مثال باشد که مرحوم مصنف مطرح کرده که ازا کانت نبو و من الله اگر نبوت از سوی خدا باشد و ازا کان محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و ازا کان محمد صلی الله علیه و و سلم نبیا فن نبوت مثلا فن نبی لا یترک امته امته صدا این لا یترک امته صدا تالیست برای یک شرطیه که ازا کان محمدون نبی یا اگر محمد نبی باشد امتش را همین جور بدون سرپرست بدون ولی بدون جانشین رها نخواهد کرد که خب اشاره دارد به یک اختلاف مهم کلامی کاری به اون بحث کلامی نداریم اما علا آنچه مثال اینه که ما یک شرطیه داریم که ازا کانت نبوه من الله اگر نبوت از سوی خدا باشد که این مقدم خودش یک تالی دارد که اون تالی مرکب از یک شرطیه دیگری است که اذا کانت نبو و من الله و فاذا کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا اگر پیامبر گرامی اسلام نبی باشد فلایت یترک امته صدا امتش را در واقع بدون سرپرست رها نخواهد کرد بدون جانشین رها نخواهد کرد علایه حالین اون که مورد نظره اینه که لایت یترک امته در واقع اینجا تمام تالی نیست بلکه بخشی از تالی است مانند اونجایی که محمول در به اصطلاح تالی حد وسط بود تکرار شده بود اینجا هم مانند اون صورته هرچند مرکبه هرچند خودش یک قضیه است اما این قضیه در مقایسه با قبل و بعدش میبینیم که جزء غیر تامه چون دقیقا بخشی از تالی است نه تمام تالی بنابراین در اولی شرطیه بسیطه باشد که مثلا ازا لمیت رک امته صدا اگر امتش را سد رها نکرد که این کبرای ماست مثلا وجب ان ینسب حادیه امام در واقع جانشین و حادی و راهنمایی را باید منصوب کند میبینیم که لایت یترک امته صدا در هر دو قضیه تکرار شده منتها در قضیه دوم به دلیل اینکه شرطیه بسیط است میشود شود جزء تام یعنی تمام مقدم و در قضیه اولی چون شرطیه مرکبه هرچند خودش یک قضیه است اما به دلیل اینکه بخشی از تالی را تشکیل میدهد یعنی جزء الجزء که انهو جزء الجزء در نتیجه میشود جزء ناقص جزء غیر تام بنابراین اینجا میبینیم که اگر حد وسط در یک جزء تام باشد و در دیگری جزء غیر تام در اون جای فرض دارد که اگر هر دو شرطیه باشد یک شرطیه باید بسیط باشد و شرطیه دیگر مرکب اگر هر دو شرطیه بسیط باشد چون این فرضی مطرح نیست بلکه هر دو در جزء تام با هم دیگر اشتراک دارند اما اگر یکی بسیط و یکی مرکب باشد میتوان و اگر هر دو مرکب باشد میتوان جزء در واقع این رو باز هم فرض کرد علا حالین صورت سوم اونجایی است که حد وسط در یکی از دو مقدمه جزء تام باشد و در مقدمه دیگر جزء غیر تام باشد این صورت سوم باز هم مرحوم مصنف میفرماید که ما با این صورت هم کاری نداریم به همان دلیلی که در فرض دوم مطرح کردیم در نتیجه سه فرض مطرح شد و اون سه فرض این بود که حد وسط گاهی در صغرا و در کبرا در هر دو جزء تامه این همون صورت اوله گاهی در هر دو جزء غیر تام این همون صورت دوم است که من توضیح دادم و گاهی در یکی تام و در دیگری غیر تام اگر این فرض سوم باشد این فرض سوم خودش در واقع دو قسمه گاهی یکی از مقدمه حملی و مقدمه دیگر شرطی است این همون صورتی است که بعدا مطرح میکنند و باش کار داریم و اما اگر هر دو شرطی باشند یعنی هم سغرا شرطی هم کبرا شرطی این اونجای فرض دارد که یکی از مقدمه ها یعنی یکی از قضایای شرطیه ما شرطیه بسیطه و دیگری شرطیه مرکبه باشد در چنین فرضی است که می توان در یکی جزء تام و در دیگری جزء غیر تام را فرض کرد و این همون صورتی است که مرحوم مصنف می برای ما چندان مهم نیست و بحث نمی کنیم از این صورت بنابراین ما میریم به سراغ همون موردی که جزء تام در هر دو تکرار شده باشد و اونجایی که جزء تام در هر دو تکراری است خودش به پنج قسم تقسیم میشود یا شرط یا حملی است یا شرطی متصل یا شرطی منفصل و یا مختلفتان اینها مواردی هستند که به تفصیل مطرح میکنند عبارت رو بخونیم تا برسیم بعد از ثانی صورت سوم اونجا است که مشترکت فیه المقدمتان اشتراک دارد در او هر دو مقدمه صغرا و کبرا منتها فی جزء این غیر تام من منهما در جزء غیر تام از هر دو یعنی من اینجا به اشتباه توضیح دادم اول و اون این است که هم در سغرا و هم در کبرا جزء غیر تام مشترکه در کبرا هم در واقع جزء غیر تامه و در سورا هم جزء غیر تامه دلیلش اینه که هر دو شرطیه ما شرطیه مرکبه هستند بنابراین در شرطیه مرکبه میتوان اونجایی را فرض کرد که هر دو جزء غیر تام باشد اما اگر یکی تام و دیگری غیر تام باشد باید یکی از شرطیه ها بسید و دیگری شرطیه مرکب باشد بنابراین در شرطیه های بسید جزء غیر تام قابل تطبیق نیست فی جز این غیر تام من من از اون دو تا مقدمه نحوی ازا کان القرآن ماجزتن اگر قرآن ماجزه باشد فالقرآن خالدون این فالقرآن خالدون تالی منتها تمام تالی در جزء دیگر تکرار نشده بلکه بخشی از تالی تکرار شده یعنی بخشی از هر دو مشترکه و اون اینه که ازا کان الخلود معناهو یعنی تمام تالی رو نیاوردیم گفتیم که اذا کان الخلود معناه یعنی خلود هم در مقدم در صغرا هم در کبرا مشترکه معناه البقا معنای خلود بقا باشد فالخالد لا یتبدل نتیجه این می شود که ازن ازا قرآن القرآن این ازن و اذا کانه رو توضیح دادم که اون نتیجه رو که ما از القرآن و خالدون الخالد لا یتبدل نتیجه میگیریم که فل قرآن لا يتبدل. این فل قرآن لا رو تالی قرار میدیم برای شرطیه‌ای که در مقدم و تالی بود اذا کان القرآن معجزتن که شرطیه صغرا بود فا اذا کان الخلود معناه البقا مقدمی کبرا بود فالقرآن لا يتبدل این فالقرآن لا يتبدل در واقع نتیجه است که ما از تالی هر دو قضیه گرفتیم یعنی تالی سغرا و تالی کبرا رو کنار هم نهادیم از اون این نتیجه به دست آمد اون وقت اون نتیجه رو زمینه می کنیم به اون دو تا شرطیه خودش توضیح می دهد فلاحظ به دقتین ملاحظه کنید با دقت که ان تالی من الصغرا تالی صغرا این بود که فالقرآنو خالد چون اذا کان القرآن معجزتا میشود مقدم و تالی من الکبرا این بود که فالخالد لا یتبدل تالی کبرا نه تالی در واقع تمام تالی کبرا فالخالد لا یتبدل بله تالی کبرا این بود که فالخالد لا یتبدل یتعلف منهما قیاس و اقترانی و حملی از این دوتا چون هر دو حملیان یعنی از حالت شرطیه درآمدن تالی صغرا و تالی کبرا وقتی از حالت شرطیه درآمد دو تا قضیهاند و هر دو هم در واقع شرایط شکل اول رو دارند لذا میفرماد که یتعلف از این دوتا از تالی صغرا و تالی کبرا قیاسی اقترانی حملی من شکل اول از نوع شکل اول که یونتج القرآن لا یتبدل نتیجه میدهد که قرآن قابل تبدیل و تغییر نخواهد بود فنجعلو هازه نتیجه این نتیجه رو یعنی القرآن لا یتبدل این نتیجه برای یک قضیه شرطیه که مقدمها مقدم الكبرى مقدمش مقدم کبرا باشد یعنی اذا کان القرآن اذا کان الخلود معناه و البقا فالقرآن و لا يتبدل این را در واقع تالی قرار دادیم برای مقدم کبرا شد این قضیه ثم نجعل هذه الشرطیه حالا که این قضیه شرطیه به دست آمد که مقدمش مقدم کبرا و تالیش همین نتیجه است که ما از تالی هر دو گرفتیم ثم نجعل هذه الشرطیه تالیا لشرطیتین این رو تالی قرار میدیم برای یک مقدم دیگر یک قضیه شرطیه دیگر که مقدمش میشود همون مقدم سغرا لذا میفرماید که تالی هم این مقدم ها مقدم سغرا مقدم, سغرا خواهد بود یعنی ازاکان القرآن و معجزتا و تاکون و الشرطیه شرطیه و این شرطیه این شرطیه که الان به دست آمد الاخیره یعنی همین که ما الان ترکیب کردیم هیه ان نتیجه المطلوبه همون نتیجه است که در واقع ایشون گفت اذا کان القران معجزتا ف, ف اذا کان الخلود معناه البقا فالقران لا يتبدل و هذه هي هی و اخذ نتیجه من هاز القسم شیوه نتیجه گیری از این قسم یعنی اون جایی که به صورت مرکبه در واقع قضیه ما یه جورایی ترکیب داره من و هي هیه هيه و اخذ نتیجه من هذا القسم نتیجه گیری از چنین مقدمات همین است که ما بیایم اولا تجزیه کنیم از اون اجزا نتیجه گیری کنیم و بعد زمینه کنیم به اون اجزای باقی مونده منتهى از تالف من متصلتین اما زمان است که از متصله اما اینکه منفصله چگونه است حالا بحث منفصله میاد و نحن به هاذا المقدار و ما به همین مقدار اکتفا میکنیم یعنی اینجا میشود شکل اول درست کرد شکل دوم درست کرد شکل سوم و چهارم درست کرد ضرب های مختلف رو اینجا مطرح کرد همه اون مباحث قابل تکراره که مرحوم مصنف میگه ما اکتفا میکنیم من هازل مقداری من ال... من بیان هازل قسم دیگر توضیح بیشتری نمی دهیم ولا نذکر اقسامه ها. اقسامش را ذکر نمی کنیم ولا شروطه ها. شرایطش را هم بیان نمی کنیم چرا لطول الکلام علیها چون کلام طولانی می شود درباره این قسم و لمخالفته لطبع الجاری با طبع انسانهای موجود هم مخالفت داره یعنی ما حوصله در واقع بررسی این اقسام رو نداریم از سال سوم مشترکت فیه المقدمتان فی جز انتام من من احداهما غیر, غیر, تام من من, من است که هر دو جز مشترکن منتها در یکی در جز تام و در دیگری در جز غیر تام اشتراک دارن در او هر دو مقدمه منتها در جزء تام من احد از اون دو مقدمه یعنی یکیش و غیر تام در دیگری یعنی یا در صغرا یا در کبرا اون حد وسطی که مشترک میان صغرا و کبرا جزء غیر تامه و این نما نتصور, نتصور و هاذ القسم فی المؤلف من الحملیه و الشرطیه این قسم یا انما تتصور یا تصور می شود این قسم یعنی اون جایی که اشتراک در جزء تام و غیر تام باشد فیلم معلفه در اون قیاس اخترانی شرطی که معلفه من الحملیت و شرطیه مرکب از حملیه و شرطیه باشد یعنی اگر در حملیه بود حملیه جزء تام در غیر حملیه در شرطی می تواند جزء غیر تام باشد و سیعت شرحه و شرح شروطه و شرح این قسم و شرایط این قسم در ادامه خواهد آمد بنابراین این عرض کردم که این قسم سوم دو قسمی یا دو فرض دارد فرض اولش اونجایی است که مرکب از حملی و شرطی باشد این رو بعدا مطرح می‌کنند. فرض دوم اونجایی است که مرکب از شرطی باشد هر دو مقدمه باشند شرطی اما فی شرطیات المحزه اونجایی که هر دو مقدمه شرطی هستند فلا بد ان نفرز ناگزیریم فرض کنیم احد الشرطیتین بسیطه و الاخرى مرکبه یکی از دو شرطیه رو بسیط فرض کنیم یعنی یک مقدم و یک تالی دیگری رو در واقع مرکب فرض کنیم از یک قضیه حملیه و یک شرطیه در واقع یک شرطیه والاخرى مرکب فرض کنیم من حملیتین و شرطیتین بالاصل که در اصل اون قضیه شرطیه ما یک حملیه بوده و یک شرطیه یعنی در واقع اون مرکب ما سه تا قضیه حملیه بوده که قضیه حمله اولی شده مقدم دو تا قضیه حملیه دیگر که یک شرطیه رو تشکیل میدن شدن تالی این مقدم لیکون الحد المشترک تا بوده باشد که حد مشترک میان صغرا و کبرا جز انتام من من الولا، یعنی از بسیط از در واقع از شرطیه بسیطه و غیر تام من من از ثانیه از شرطیه مرکبه نحوی ازا کانت نبوت من الله اگر نبوت تعیین نبی از سوی خداوند باشد فایذا کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا اگر پیامبر گرامی اسلام نبی باشد فلا یترک امته سدا امتش را در واقع بدون سرپرست و بدون جانشین رها نخواهد کرد حتما جانشینی برای خودش تعیین میکند و اذا لم یترک امته سدا اگر امتش را صدا به صورت بدون سرپرست و بدون جانشین ترک نکند وجب ان ینسب حادیه واجب است که حادی و راهنما و امامی را منصوب کند بعد از خود و خلیفه یا امام و جانشین را مشخص کند نه آنچنان که مثلا اهل سنت میگویند نتیجه این می شود خب حالا منظور اینه که در صغرای ما فلایت رک امته صدایه این فلایت رک امته صدا در واقع تمام تالی نیست بلکه بخشی از تالی است تالی اونجا است که محمدون کان محمد الی این چون بخشی از تالی حد وسطه می شود جزء غیر تام بل خلاف کبرا که اذا لم یترک امته صدا در واقع تمام مقدم حد وسطه در نتیجه چون تمام مقدم حد وسطه می شود جزء تام سه نقطه یعنی ازن اذا کانت النبوه من الله تعالی فا ازا کان محمد صلی الله علیه و آله نبی وجب ان ینسب حادی نتیجه این می منتها اینجا باز هم نتیجه گیری بر, حساس بر اساس همون فرضی دومه که جزء تام و جزء غیر تام بود فلاهیز که ان تالی سغرا مع الکبرا تالی سغرا با کبرا یعنی فلایت رک امته سدا ازا لمیت رک امته سدا این در واقع چیه اذا کان محمد نبی فلا یترک امته صدا و اذا لم یترک امته صدا وجب ان نتیجه این می شود که اذا کان محمد نبی وجب ان به هادیا چون حد وسط تکراری بنابراین اصغر و اکبر کنار هم شکل اول می شود اون وقت این نتیجه را زمیمه شرط و در واقع مقدم صغرا می کنیم همین رو بیان میفرد فلاحیز که انت تالی سغرا معال کبرا تالی سغرا با کبرا یعنی فا اذا کان محمدون الی آخر و اذا لم یترک امته صدا الی آخر این دوتا رو شما در واقع سغرا و کبرا در نظر بگیرید یتعلف منهما قیاسون شرطی از این دوتا یک قیاس اقترانی شرطی شکل اول شکل میگرد من القسم الاول از قسم اول یعنی اونجایی که جزء تام مشترکه جزء تام مشترکه و هو مشترکت فیه المقدمتان به جزء تام مین چون تمام تالی در صغرا تکرار شده همون در واقع تکرار شده در مقدمی کبرا بنابراین هر دو جزء تام دارن یعنی اشتراک دارن در جزء تام فینتجو علا نحو ش... شکل الاول بر اینجا بر اساس شکل اول نتیجه میدهد یعنی این در واقع می شود یکی از ضرب های شکل اول ضرب اول شکل اول می شود این گونه اذا کان محمد نبیا وجب ان هادیا چون اون در واقع اذا محمدون محمد فلا یترک امته سدا می شود حد وسط که محمول در صغرا موضوعی در کبرا یا تالی در صغرا مقدمی در کبراست وقتی حد وسط کنار رفت حد اصغر و حد اکبر باقی میماند که میشود شود کان محمد صلی الله علیه و آله نبی یا وجب ان ینسب حادی ثم نجعل هذه النتیجه این نتیجه رو قرار میدیم تالیا لشرطیه مقدمها مقدم صغرا برای شرطیه ای که مقدمش مقدم صغرا باشد یعنی این نتیجه رو اضافه میکنیم به مقدم صغرا که اذا کانت و من الله باشد فتکون و حاضه شرطیه،, شرطیه این شرطیه جدید می باشد هیه ان نتیجه مطلوبه همون نتیجه است که ایشون بیان کردن که اذا کانت النبوه من الله فاذا کان محمد نبیا وجب ان ينسب هاديا و هذه هي طريقه اخذ نتیجه من هذا القسم الثالث از قسم سوم هم می توانیم گونه نتیجه گرفت یعنی اول باید تجزیه کنیم اون بس مرکب رو به بساید و از بساید نتیجه گیری کنیم و بعد زمینه کنیم به اون اجزای باقی مانده ازا تعلف من متصلتین منتها در صورتی که هر دو از متصله باشند نه از شرطیه منفصله یا مختلفتین و نکتفی به هاز البیان ان هاز القسم فی شرطیات المحزه این قسم سوم یعنی اون جایی که در یک در هر دو جزء غیر تام باشد در واقع در یک غیر تام و در دیگری تام باشد به همین مقدار اکتفا میکنیم منتها اون جایی که هر دو مرکبه از شرطیه محزه باشد نه از حملیه و شرطیه لسبب المقممتقدم في القسم الثانی به همان دلیلی که در قسم دوم بیان شد و یبقی الکلام عن القسم الاول و باقی میماند کلام در قسم اول اونجا است که هر دو در جزء تام با همدیگر مشترک باشند و در واقع آنچه برای مرحوم مصنف مطرحه و اهمیت میدهد تنها همون قسم اوله که جزء تام در صغرا و در کبرا مشترک باشد این رایشترین و در واقع مهمترین قسم از اقسام قیاس اقترانی شرطی است ان در جلسه آینده توضیح خواهیم داد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء